کاهش تعهدات برجامی راهکار ایران برای گذار از تنگنای تحریم به مقام‌های تهران سعی دارند تا با تاکید به مرحله به مرحله بودن آن نگاه جامعه بین‌الملل بلخص ماندگان در برجام را به خود معطوف کنند. گام اول افزایش ذخایر غنی‌سازی و گام دوم افزایش درصد اون. اگر آمریکا از کلمه آتش خیلی میترسه پس شعله را روشن نکنه. ایران باور داره که در مقابل خروج از برجام واشنگتن و بازگشت دوباره محدودیت‌ها این اقدامات کمترین حقوق قانونی تهران و در چارچوب توافق هسته‌ای است. از سوی بند 36 و 37 برجام در کنار حق وتوی چین و روسیه در نشست شورای حکام آژانس درباره ایران بنا به خواست آمریکا نقطه قوت مقام‌های جمهوری اسلامی است. بند 36 به زبان ساده میگه اگر یکی از طرفین به توافقات متعهد نبود، طرف مقابل حق شکایت رسمی داره و در صورت عدم رسیدگی، توقف کلی یا جزئی از تعهداتش مجازه. در واقع این خط و نشان‌ها فقط واشنگتن را نشانه نگرفته. لحن تهدیدآمیز حکام جمهوری اسلامی شامل طرفین اروپایی هم هست. حالا که شما فهمیدید، لابد فهمیدید این توافق خوبه که میگید ما توصیه میکنید که ایران در این توافق بمونه. خب اگر خوبه چرا اروپا نمیاد عمل کنه به وظایفش؟ اگر خوبه چرا آمریکا نمیاد و عمل کنه به وظایفش؟ چنانچه این تیرهای هسته‌ای از کمان برنامه اتمی ایران خارج بشه، به ساکنین قاره سبز نزدیکتر خواهد بود. بنابراین برای تهران راه اندازی این استکس بدون سهمی برای فروش نفت ناکارآمد و عقیمه و یا فشار بریتانیا در توقیف نفتکش و رو شدن دست تهران در دور زدن تحریم با واکنش جدی روبرو میشه. آنچه که دولت انگلیس مدعی شده هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین سوپر تانکری رو نداره. هدف جای دیگری بوده، از آبراه بین‌المللی عبور می‌کرده در تنگه جبل الطارق. هیچ قانونی اجازه نمیده به دولت انگلیس که این کشتی این نفتکش رو متوقف بکنه. از همین رو آمده شده سفرهای اروپایی هر بار به در بسته می‌خوره و با این حال تلاش رهبرانشون ادامه داره. به قولی اروپا در منگنه فشار ایالات متحده و ماجراجویی ایران مانده و سعی داره تا بازی را برد برد تمام کنه. اینها همه در حالی است که کمپین فشار حداکثری واشنگتن با مدیریت دونالد ترامپ که اقتصاد و سیاست را توأمان می‌شناسد، آلترناتیوهای جایگزین را از قبل چیدند و هر بار برگ برنده دیگری را رو می‌کنند که در آن نه حرف از بازی اتمی است و نه تغییر رژیم جمهوری اسلامی. فیروزه جابانی، اتاق خبر.